تنبلی، ترک وظیفه ها، حس نکردن مسئولیت، بیفایده گذراندن وقت و قوت، بیمایلی به کار، تن پرستی، این همه تنبلی است. تنبلی شعار و مقصد منفی و دروازه ناتوانی محتاجی و کوتاهی و بیپروایی است. شخص تنبل برکت همه چیز را از خود دور کرده اراده ضعیف دارد. پس هیچ حیرت آور نیست که دین اسلام برای نجات از تنبلی راهی را بیان نکرده باشد. هر آینه پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین می گفتند: اللهم اینی اعوذ بک من العجز والکسل. بار الها، البته من از ناتوانی و تنبلی به تو پناه می برم. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. ابن قیم رحمه الله گفت ناتوانی و تنبلی با هم نزدیکند و هر دوی اینها سبب های درد هستند، زیرا آنها طلب میکنند که دوست داشته خود را از دست بدهند. ناتوانی لازم میداند که قدرت نداشته باشد و تنبلی لازم میداند که مقصد و خواهش نداشته باشد. پس رو از این تلفات خود به قدر علاقمندیش به آن درد میکشد و لذت آن با درک آن است اگر چنین حالت روی داده باشد. و برای واقع نشدن به تنبلی سبب های هستند که شخص عاقل باید خود را از آن دور بگیرد. از جمله تنبلی و عادتی به تأخیر انداختن کارهای مهم و واجبات ها و تأکیه کردن به دیگران و به طور دائمی سر بودن شکم و دوست داشتن استراحت و بیکاری و شب دراز خواب نکردن سبب تنبلی در روز است و برای شخصی تنبل آثار منفی بزرگی است. از جمله وقت را بیهوده گذرانیدن و از آن فایده نگرفتن. تنبلی در طاعت و عبادت ها و اجرا نمودن کارهای مهمتر پیش از کار مهم و تیاری ندیدن به کار از کارها و گریختن از همه کارهای جدی که خیلی مهم است به تنبلی عملهای تصدیق کننده است. تنبلی این حقیر و پست، ضدیت کم و مسئولیت بزرگ دارد. تنبلی و ناتوانی سبب مخالفت امت و رواج یافتن فقیری و انتشار جریمه ها به مثل دزدی.